اصلا چرا به سیستم روده اسم مغز دوم ما رو دادن؟ دلیل اصلی که به روده های ما، اولا من یه چیزی به تو بگم، ما یه سیستم روده داریم، دوتا روده ما، روده کوچیک و روده بزرگ، یک سیستمی هست که در زبان انگلیسی بهش گات هم میگن. مقدار خیلی خیلی زیادی در حد تریلیون ما باکتری توی روده هامون هست که اینها یه اکوسیستمی هست که خیلی شبیه مغزمونه. یعنی سیستم های عصبی که در روده هستن خیلی خیلی و سلول های عصبی روده خیلی شبیه به سلول های عصبی مغزن و همچنین انتقال دهنده های شیمیایی و انتقال دهنده های عصبی که در روده ساخته میشن و استفاده میشن تقریبا میگن 90% همونیه که در مغز استفاده میشه. میگن اصلا مغز دوم نیست، مغز اوله. منم اینو شنیده بودم. خیلی جالبه. اگر شما احیانا مشکلی روی پوستتون دارین، احتمال اینکه این مشکل برگرده به باکتری های معده و یا روده هست. قدر که این سیستم یعنی سلامت تموم بدن ما وابسته به سلامت این سیستمیه که از دهان شروع میشه و سر تا سرش باکتری هایی هستن که اینا سربازای کوچیک داخل بدن ما هن. اینا اونجا هستن که از بدن ما مراقبت بکنن. قدیما میگفتن که ما باید حواسمون باشه چون که سلامت این باکتری ها به سلامت ما بستگی داره. امروز میگن سلامت ما به سلامت اونا بستگی داره. ببینید چقدر مهمن. و یک روانشناس ها، کسایی که تو مقوله روانشناختی بیشتر کار میکنن، یه اینر چایلدری رو تعریف میکنن که میگن این اینر چایلد یا کودک درون ما داریم، باید حواسمون بهش باشه. اینا چیزی که من میخوام بهتون بگم که به من خیلی کمک کرده و کسایی که من باشون کار میکنم، سربازای کوچولویی که توی بدنتون هستن و مثل فرض کنین همون کودک درونن، بهشون رسیدگی بکنین، بهشون ارزش بدین، بهشون کمک بکنین سالم باشن. اگر ما به اونا کمک کنیم سالم باشن، اونا به من کمک میکنن که پوستم خوب باشه، که تیرویدم خوب کار کنه، که قلبم سالم باشه، که سیستم دستگاه گوارشم، یعنی کل بدنم رو به من کمک میکنن که سالم باشه، به شرطی که من حواسم بهشون باشه. 70% از سیستم ایمنی بدن ما توی روده هامونه. واو. اگر عدم تعادل این باکتری ها وجود داشته باشه توی روده های ما، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن ما به هم بریزه. مثل حالا بیماری خود ایمنی چیه؟ مثل MS، مثل نمیدونم بیماری های پوستی لوپس، مثل نمیدونم خیلی بیماری های دیگه ای که خود ایمنی بدن ما خودش به خودش حمله میکنه، ریشش برمیگرده به عدم سلامت باکتری های رودمون. امیدوارم از این خلاصه خوشت اومده باشه. اگر که دوست داری برنامه کامل رو ببینی، از اینجا میتونی ببینی. و در ضمن دکمه سابسکرایب یادت نره.